به دو خبر از تحولات عراق توجه فرمایید. در دو انفجار در بغداد و موصل در عراق بیش از 60 تن کشته و مجروح شدند. تلویزیون الشرقی گزارش داد بر اثر دو انفجار تروریستی در شهر تارمیه در شمال بغداد 31 نفر کشته و مجروح شدند. در شهر موصل مرکز استان نینوا نیز بر اثر یک خودروی بمبگذاری شده در غرب این شهر 30 تن کشته و مجروح شدند. جنبش مردمی مربوط به میدانهای تحصن عراق اعلام کرد تظاهرات جمعه عراق با شما آرمانمان پیروز می شود نامگذاری شده است. تلویزیون بغداد با اعلام این خبر گفت این تظاهرات در حالی برگزار می شود که تحصنها در عراق وارد 312 روز خود از زمان شروع جنبش شده است. دکتر عبدالرزاق اشرمری عضو کمیته های مردمی تحصنهای رمادی تأکید کرد این جنبش به یمن استقامت و پایداری فرزندانش پیروز خواهد شد. اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به ریاست سناتور رابرت منندز که در مورد بحران سوریه برگزار شد، قانونگذاران با انتقاد به سیاست اوباما در رابطه با خاورمیانه گفتند موقعیت آمریکا در منطقه به دلیل موضعش در قبال سوریه تضعیف شده و سیاست اوباما در سوریه آمریکا را در تنگنا قرار داده است. در این جلسه استماع که فورد سفیر آمریکا در سوریه از شهود این جلسه بود، سناتورهای آمریکایی تأکید کردند ما باید مطمئن شویم بشار اسد به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردمش مورد حسابرسی قرار گیرد. آنها افزودند که نداشتن یک استراتژی روشن در خاورمیانه متحدین ما را سردرگم کرده است. نبردهای ارتش آزادی سوریه در جبهه‌های مختلف در سراسر سوریه ادامه دارد. ارتش آزادی سوریه پس از نبردهای سنگین در حومه دمشق در اتوبان سلام موضع گردان 137 وابسته به لشکر هفتم اسد را به کنترل خود درآورد. رزمندگان موفق شدند تعدادی از موشک‌اندازها و توپهای نظامیان اسد را که شهرها و شهرک‌های اطراف را هدف قرار می‌داد منهدم کنند. همزمان با این حمله اسد منطقه را موشکباران کرد. منابع اپوزیسیون در حومه دمشق گفتند رزمندگان یک گروه از شبه نظامیان حزب شیطان لبنان را شناسایی کردند و 3 نفر از آنها را که از کوههای قلمون به خاک سوریه نفوذ کرده بودند به اسارت گرفتند. آخرین خبر این ساعت. یگانهای ارتش آزادی سوریه در حمای شمالی به مواضع اسد تهاجم کردند و تعدادی ماشین‌آلات و مقادیر مهمات به غنیمت گرفتند. 10 تن از نظامیان اسد در این درگیری‌ها کشته شدند و 1 تانک و 2 خودروی نظامی آنان منهدم شد. در شهر حلب نیز ارتش آزادی سوریه مواضع اسد در ساختمان‌های مطالعات علمی را مورد تهاجم قرار دادند. در شهر دیرالزور رزمندگان پیشروی نظامیان اسد در منطقه رشتیه را سد کردند و شماری از آنها را از پای درآوردند. در جبهه دیگر ارتش آزادی سوریه تلاش نظامیان اسد برای تسخیر شهر عین‌خل را سد کردند و با خمپاره مواضع تیپ 52 را گلوله باران کردند که در نتیجه آن شماری از نظامیان اسد از پای درآمدند و تعدادی نیز مجروح شدند.